سلام سلام، سلام به همه عزیزان، خیلی خوش اومدین. خیلی لایو پرباری خواهد بود، امیدوارم که باشین تا آخرش با همون. مطمئنم پشیمون نمیشید از وقتی که میگذارید. به به، خب من خدمتون که عرض کنم، عباس رو عباس جان سلام، سلام علیکم، خوبی؟ ارادت دارم. شما چطوری؟ صدای من خوبه؟ کم نیست، زیاد نیست. صدات خوبه. خسته هم نباشی، میدونم بعد از روز کاریته، تازه برگشتی. نه این مایک تا بینا من پیداست دیگه، به بزرگواری. همینجوری زندگی هممون اوکیه. عباس یکی از بهترین های پیچیدگی در حال حاضر، واقعا من خیلی قبولش دارم، خیلی خوب کاراشو دنبال میکنم، این پیپرش هم دیدم همین اخیرا. خودش میدونه، یعنی در عرض 10 ثانیه بهش گفتم که لطفا بیا حرف بزنیم، 15 ثانیه طول کشید تا پوستر رو زدم و خلاصه که خیلی مشتاقم که بشنوم. عباس یه معرفی میخوای از خودت بکنی بچه ها بهتر بشناسنت؟ اول اینکه آشان خوب لطف داره، دوم که خدا شو که این مکالمه فارسیه، مثلا این نتورک ساینتیست حرفای ما رو نمیشنن که آقای خوبای شبکه ای و اینا. آره، من لیسانس و فوق لیسانس هم فیزیک خوندم توی دانشگاه بهشتی تهران، و حالا لیسانس فیزیک زیاد معنی نداره، ولی خب اواخرش رفتم سمت چیزی که بهش میگن فیزیک حالت جامد. بعد کم 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 علاقه من شدم به سیستم پیچیده، ارشدم بهش دیگه گرایشی در اسم فیزیک سیستم های پیچیده و اونا خوندم. بعدش دیگه توی کشاکش خیلی جالبی که اتفاقا شما بخش زیادی شده در جریانه، خلاصه گذشت و الان دانشجوی دکترام توی دانشکده کامپیوتر دانشگاه آلتو. چون کار ما بین رشته‌ایه، تقریبا هر جای دنیا توی یه دانشکده خاصی، گاهی وقت دانشکده ریاضی، گاهی وقت فیزیک، گاهی وقت زیست، و این دیگه به اقبالمون برمیاد. کاری که میکنم به طور حرفه‌ای هم، کار من زمان فوق لیسانس زری دیتا داشت، چون داشتم روی استنباط اصطلاح شبکه تنظیم ژنی کار میکردم، مثلا داده داشتیم از سرطان سینه. اما کاری که الان میکنم و بیشترم دوست دارم کارهای مدل سازی، یعنی کاری که من میکنم عموما سمت روش های ریاضی و این شبیه سازی هاست، تا اینکه مثلا با داده ور برم. اتفاقا عباس چند تا از بچه ها هستن، الان من داشتم اسما رو میدیدم از کسایی که حاضر هستن، بعضیشون توی کامپلکسیتی هستن، بعضیشون میخوان وارد بشن، کنجکاف هستن، یه تعدادی داریم اینجا. خیلی خیلی خوش اومدید به لایو ما، مطمئنم که لذت میبرید از صحبت عباس، چون علاوه بر اینکه کار علمی میکنه، تو کار روایت علم هم هست برای مدت زیادی. این سیت پور رو هم که پیجش هست پیشنهاد میکنم دنبال کنید، رو تلگرام هم فکر میکنم بیشتر مطلب داره حتی. و خب از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. امروز صحبت ما خب درباره همین مسئله کرونا است و خیلی کلیتر بخوام بگم درباره مسئله شیوع بیماری ها است و میخوایم بررسی کنیم ببینیم که اول اصلا چه استراتژیهایی دولت ها و کشورها دارن برای برخورد با این مشکل، چون ممکنه که کرونا آخرین بیماری مصری نباشه که ما باش گریبانگیر هستیم در طول زندگیمون. بعد اینکه آیا این استراتژی ها رو ما میتونیم بشینیم بگیم که این استراتژی خوبه، اون استراتژی بده، یک جورایی ارزش سنجیشون بکنیم ببینیم چقدر میتونن موثر باشن نباشن، چون اگه اینجور نباشه علمی نیست دیگه صحبت. یعنی اینکه مثل فلسفه یا مثلا الهیات که میگن اوکی نیچه گفته فلانطور، پس بنابراین فلانطور درست است. خب اما امید من این هست که عباس بیاد بگه که نه، ما یه سری راهی داریم که اینا راه های علمی هستن و تا حدی میتونیم بر اساسش بفهمیم یه سیاست خوبه یا بده. و خب اگر به من بگه بر اساس جامعه هم این کار میکنه، یعنی مثلا یه سیاست ممکنه تو شمال اروپا خوب باشه ولی تو جنوب اروپا بد باشه، و اگه راجع به اینا هم بدونی بهم بگی خیلی برام جذابه. و دیگه آخر بحث به کجا بره رو نمیخوام از الان تصمیم بگیریم، ولی بریم جلو ببینیم چی میشه. آره، قبل از اینکه شروع کنیم، شاید اینم بد نباشه که بگم، من زمانی که دکترمو شروع کردم یه 3 ماه بعدش دیگه
همه خونه نشین شدیم دیگه، همه رو دانشگاه رو بستن و هنوزم خب خونه نشینیم همونطور که مشاهده می‌فرمایید. و تقریبا وسط های 2020 دیگه رسما یه پروژه‌ای شروع شد به اسم نوردی کووید مس. ایدهش این بود که توی اینا هر کشور برای خودش انجام داده و این کشورهای شمال اروپا که اسلامی هستند، کشورهای نوردیک اومدن دور هم جمع شدن گفتن آقا بیایم این دانشمندامون رو جمع کنیم ببینیم که چیکار میکنن برام. و از اون موقع خب یه پروژه بزرگی شروع شد، مثلا اول مثلا فنلاند و سوئد و نروژ بود، بعد مثلا بقیه اومدن، دانمارک اومدیم، کشورهای دور و بر اومدن و تا امروز میشه مثلا من تقریبا میتونم بهتون یه سری از اخباری که اینجا داره اتفاق میفته بگم، مثلا توی شمال اروپا سیاستا چی بوده چرا، یعنی که ما چی گفتیم بعد گفتن بهت پیکارتون. و این چیز جالبیه واسه همین یه کمی میتونید به من اعتماد کنید حداقل از جای درست میگم. ولی قبل شما یه چیزی رو بگم که اصلا من نه پزشکم نه آرشان پزشکه نه این آدم هایی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم پزشکم نه مثلا ویروس شناسم، پس ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ چرا اصلا به ما چه؟ ما به چه دردی میخوریم؟ این چیز مهمیه. مثلا من یه مقدمه میگم، هر موقع هم آشام دیدی من دارم زیاد حرف میزنم ترمزو بکه، چون نه نه من فقط در صورتی مداخله میکنم که مبادا مثلا واژه خیلی سختی مطرح بشه و توضیح داده نشه، در اون صورت ممکنه که با اجازت وسط حرفت بپرم توضیح بدم، ولی در غیر این صورت لذت میبریم. ببینید فیزیک دونا به طور خاص وقتی میخوان یه چیزی رو مطالعه کنن به اون میگن سیستم. سیستم یعنی مسئله ما و به اون عاملی که روی اون سیستم اثر میذاره میگیم محیط. واسه همینه که وقتی میگیم سیستم پیچیده است، یعنی یه مسئله رو داریم بررسی میکنیم که یه خاصیت داره به اسم پیچیدگی. حالا چرا این مهمه و چرا این کلمه گوگلی رو داریم استفاده میکنیم؟ برای اینکه یه موقع فرض کنید که شما یه توپی رو میندازید بالا، میخواید ببینید که مثلا کجا میاد پایین. اینو هر کسی که مثلا فیزیک اول دبیرستان و علاقه من بوده باشه احتمالا تا آخر دبیرستان دیگه بلده اینو حساب کنه پرتاب کجا میره. این یه کمی پیشرفته ترش این میشه که ما میخوایم یه راکت قاره پیما داشته باشیم، موشک بزنیم از این ور دنیا بزنیم اون ور دنیا. این سیستم پیچیده نشده، فقط از اون حالت سادگی اولیه یه کمی رفته توی دست و پا و ما به اینا میگه مسئله های کمی بغرنج complicated. اینها میتونن یه کمی هم اذیت کنن، مثلا میشن سیستم هایی که یه ذره آشوب توشونه، مثلا آب و هوا. خیلی سیستم های سختی هستن واسه فهمیدنشون، برای همینه که شما پیش بینی آب و هوا رو هیچ موقع واسه یک ماه آینده نمیتونید اعتماد کنید، ربطی هم نداره که بی بی سی گزارش کنه یا باشگاه خبرنگاران جوان. این به خاطر ذات مسئله است، یعنی مسئله آشوبناکه، از یه زمانی به بعد پیش بینی ها به درد نمیخوره چون خطا توش زیاده. با این وجود سیستم های آشوبناک هم کامپلیکیتد حساب میشن، نه لزوما پیچیده. چرا؟ مشکل چیه؟ مشکل اینه که فرض کنید من اینجا نشستم میگم که یه گردبادی فلان جای مثلا دنیا داره شکل میگیره، وقتی من این حرفو میزنم گردبادی نگاهی به من نمیکنه میگه اه من شکل نمیگیرم، اون کار خودش رو میکنه مستقل از اون کاری که ما میکنیم، اون راه خودش رو میره. اما مثلا بورس رو نگاه کنید، مثلا یه آقایی از توی ایران میاد فردا صبح میاد میگه بورس خوب میشه، بعد شما مثلا میبینید به خاطر همین یه کلمه حرف مردم پنیک میکنن، صحنه عوض میشه. یا مثلا راجب کرونا شما میاد یه سری محدودیت میذارید، مثلا یه چیز راجبه ماسک، مثلا یه چیز بامزه که خوب از این مورد رو بگیم، چرا مثلا اوائل ماسک رو اینقدر مردم هزیتیت میکردن، هی نمیذاشتن آقا ماسک بزنیم نزنیم، چون این ماسک دید که پارچست بگیرید بکشید چرا اینقدر اذیت میشدید؟ مثلا یه دیم گفتن اگر مثلا فرض کنیم این ماسک یک توهمی از ایمنی به این آدم ها بده که اون توهمه بیشتر از اون اتفاق موثره، یه سری مثلا ممکنه برن بیرون دور هم جمع بشن و به این بهونه لا ما ماسک زدیم مثلا یه سری چیزا رعایت نکنه. اوکی من ببخشید اینو من یه خورده بازش کنم، یعنی این که بحث اینه که اگه که فرد حس کنه با ماسک زدن دیگه همه مشکل ها حله، بعد رفتار پرخطر میکنه و بعد نتیجه برعکس میگیریم از ماسک زدن. آره اون اوایل چون پارامتر زیاده، یکی اینکه نوع ماسک مهمه چه ماسکی بزنی، دوم که اون اوایل داریم راجع به اوایل حرف میزنیم که اولا ماسک کمی تو دنیا بود، دوم این که مردم خیلی فکر میکردن که سطوح بیشتر موثره.
برای همین مثلا گفتم آقا ما هی بگیم ماسک، حالا تو این نبوده این واسه بگیم برید ماسک بخرید، سر خرید ماسک دعوا بشه، بعد فلان میشه، بعد آخر سر طرفم یه تیکه پارچه میذاره اینجا، بعد میره با همه دست میده. برای همین این چیز مهمیه. بس شما وقتی اصطلاحا یک مانع ایجاد میکنید، این مانع میفته توی لوپ فیدبک، یعنی شما این اثر رو به سیستم میذاری، سیستم پاسکاری میکنه، چیزی جواب شما میگه. واسه همین که این سیستم ها پیچیدن و مدیریت اینها به سادگی یه سیستم حتی مثلا خیلی عجیب و غریب مثل مثلا آب و هوا نیست. برای همینه که سخته. چیزی ما تو فارس میگیم که آپولو هوا کردن، انگلیسی ها مثلا بهش میگن که it's not rocket science. آره هر موقع میخوام میگن چیز خیلی سخته میگن rocket science. ما تو فارس میگیم بابا آپولو که هوا نمیکنه. حقیقتا اگه همه گیر شناسی از آپولو هوا کردن خیلی سخت داره، تو سیستم پیچیده است و هزار تا چیز با هم عوض میشه. یعنی اینکه حالا تو میگی شمال اروپا جنوب اروپا فرق داره، حتما اینطوره. شرق و غرب عالم فرق داره. مثلا این توی استرالیا و نیوزلند اتفاقا خیلی متفاوت رقم خورده. خب باید بگیم چرا و نمیشه همون سیاست رو اعمال کرد و این خیلی مهمه که قبلش بدونیم. پس چون این سیستم ها پیچیده هستن، آدم هایی که یاد گرفتن با ریاضیات پیشرفته و کامپیوترهای قدرتمند کار کنن که میشن کیا؟ فیزیک دونا، آمار دونا، کامپیوتر ساینتیست ها. این آدم ها ابزارهایی که اونجاها یاد گرفتن و خوب باش بازی کردن رو بردارن بیان و یه مسئله پیچیده رو تا جایی که میتونن حل کنن. برای همینه که ما مهم شدیم. یعنی اینکه زیست شناسه مهمه، ویروس شناسه مهمه، ولی اونا توی اصطلاح حوزه کلینیکال و دارویی و درمانی هست. یعنی یک ویروس شناس به من باید بگه این ویروس چه ویژگی هایی داره، فلان بیساره، یه پزشک باید سعی کنه خوب درمان کنه، داروساز باید داروی موثر تر کنه، یه تیمی باید واکسن بسازن. اینها ویژگی های پزشکی هست، ویژگی های کلینیکال هست. اما وقتی میگه توی سطح جامعه راجع به پخش بیماری یا پخش یک شایعه، یک چیزی که داره بین آدم ها میچرخه، اون موقع میشه یه مسئله اجتماعی، مثل سوشال پرابلم. و وقتی یه چیزی میشه سوشال و شما میخواید باید برید سراغ جامعه شناس ها که حتما باید رفت، اما یه موقع میخواید بدونید که خب من چقدر پول خرج کنم، اون موقع عدد میخواید، اون موقع میخواید بدونید که من چقدر محدودیت ایجاد کنم، چند تا مدرسه رو ببندم، چه سنین اینو واکسینه کنم، کدومو اول واکسینه کنم، اگر مثلا قرار شد واکسن این مدلی بزنم با چه ترتیبی بزنم. برای همینه که شما نه تنها به یک عالم متخصص توی زیست و پزشکی و اینها نیاز دارید، یک عالم پرستار فداکار نیاز دارید، جامعه شناس هم میخواین، از اون طرف یه سری آدمی میخواین که اینا رو مثل قطعات پازل بذارن کنار هم و بهتون عدد بده. اون کاریه که ساینتیست ها میکنن، یعنی فیزیکتون ها کارشونه دیگه، یه مش ضرب و تقسیم میکنن. بعد اون گاهی وقتا از دل این ضرب و تقسیم تئوری گنده هم در میاد که حالا میشه راجعش حرف. من یه پرانتز باز کنم عباس جان با اجازت، خیلی ممنونم از توضیحات خوبت. پس ما یک مقایسه داشتیم با هواشناسی که مثلا همون استوریایی که معرفی شد اگر دیده باشین، فرض کنید یک طوفانی داره میاد به سمت یک شهری، شما از اخبار میگه آقایون خانم ها این شهر رو رها کنید و برید و دور شید و از طوفان امن میمونید اینجوری. اما اگر من بگم که یک بیماری مصری داره میاد توی شهرتون مثلا کرونا، اون موقع مهمه که شما چه رفتاری در مقابل ورود این بیماری میکنی. یعنی بخش انسانی قضیه حائز اهمیت زیاد میشه. یکی میگه من ماسکم نمیزنم، یکی میگه من ماسک میزنم ولی رفتار پرخطر میکنم، یکی تو اتاقش خودشو حبس میکنه و این رفتار انسانی پیچیدگی قضیه رو زیاد و زیادتر میکنه. بعد خب یک رفتار یک سازوکار بین رشته ای علم ساخته که از دیسیپلین های مختلف مثل پزشکی و پرستاری و فیزیک و فلان و بهمان دورم جمع میشن و فیزیک دانه که الان عباس داره راجبش صحبت میکنه توانایی اینو داره که داده های مختلف رو بگیره در مورد بیماری مصری و بعدن برسونه به یک احتمالاً به یک سود و زیان برای تصمیم گیری های مختلف. آره این دقیقاً کاری که ما میکنیم دیگه. الان من یه مثال بامزه همیشه میگم، این ما یه دکتر حسینی داشتیم گروهمون و این مثال رو میزه چون کارش فیزیک اقتصادی بود، بعد گفت که رکود بزرگ مالی پیش اومد، این چند وقت به چند وقت نمید چرخه داره که مثلا چند وقت چند بحران میاد کل دنیا میفته توی بدبختی. بعد یکی از مثلا، حالا من که اقتصاد نمیدونم ولی ایده این بوده که آقا دولت باید یک مقدار پولی تزریق کنه به سیستم و این یه آستانه داره، اگر به اون آستانه برسه این سیستم از تو این چاله‌ای که افتاده در میاد و شروع میکنه حرکت کرد.
اما اگر کمتر از اون آستانه باشه، مهم هم نیست که 1000 تومن کمتر باشه یا 1 میلیون دلار کمتر باشه، اون همونجا میمونه. آستانه ها خیلی مهمه که وقت توی فیزیک وقت مثل نقطه بحرانیه. بعد اون مثلا اون آدم یه مدلی داده بود که حساب کرده مثلا دولت اوباما باید اینقدر خرج کنه واسه امریکا، اروپا باید اینقدر خرج کنه، یه چیزم بود دیگه، اصطلاحا lower bond بود، یعنی کمترین میزانی که ما باید خرج کنیم چقدر. محاسبات هم اونقدر پیچیده نبود، با مدل آیزینگ بود. و خیلی جالب بود که مثلا این نتیجه کار اینا این بود، یه عددی رو پیش بینی کرده بود که دولت اوباما از این بیشتر پول ریخته بود توی بازار، از رکود در اومده بود، اروپا کمتر از اون ریخته بود و در نیومده بود. سوال اینه که من دولت مرد همونطوری که میخوام بگم آقا مثلا بله، خیلی ساده است، مثلا هواشناسی اعلام میکنه که حالا ایران چند دقیقه بذارید کنار که آقا فردا برف سنگین میاد. خب شهرداری هر شهری صبحش قبل از اینکه مردم بیان بیرون مثلا بالا میشه نمک پخش میکنه، فلان میکنه، بیسار میکنه. اینا مثل همونه، دولت میاد دو تا دلیل داره. یکی اینکه دولت نمیتونه تصمیم بگیره که چه مقداری مبلغ لازمه، یعنی عدده چقدر. دوم اینکه گاهی اصلا دولت ها نمیدونن، مثلا توی سری از مسائل حد زدن کار آسونی نیست. من چیزی بگم، بعضیا که مثلا دارن فیزیک یا ریاضی میخونن تو اون لول های قبل مثلا تحصیلات تکمیلی، توی مکانیک کوانتومی خیلی معروفه که میگه مکانیک کوانتومی برای سورپرایزه، چون ما نمیفهمیمش از این حرفای اینطوری. ولی میخوام بگم که خارج از دنیای حتی مکانیک کوانتومی هم خیلی چیز اصلا تریویال نیست، واضح نیست. این مثال خیلی معروف توی علم شبکه بهش میگن پارادوکس دوستی. صورت مسئله اینه، صورت پارادوکس اینه، به طور متوسط دوستای شما تعداد دوستاشون بیشتر از دوستای شماست. یعنی یه آدمی که دوست شماست اون احتمال زیاد به طور متوسط از شما دوستای بیشتری داره. بعد اینا که هم بهش فکر کنید، این از کجا میاد؟ اصلا معنی داره؟ علتش اینه که خب ریاضیاتش آدم سه تا خط می‌نویسه و میفهمه، ولی قبلش مثلا باید ببینیم که این چقدر واضحه. این خیلی چیز مهمیه، این اولین درس توی علم شبکه است. علتش این برمیگرده به چیزی که میگن نمونه گیری و خطا یا بایاس در نمونه گیری. به خاطر اینکه وقتی شما دارید میگید متوسط من چند تا دوست دارم، شما اصلا دارید روی هر رأس اون شبکه اون گراف دارید متوسط میگیرید، ولی وقتی دارید راجع به دوستاتون حرف میزنید، شما دارید متوسط رو روی یالهای یک گراف انجام میدید. این جواب ریاضیشه. حالا این خب غیر از اینکه پارادوکس چیش مهمه، این یه چیز جالبی داره و اون برمیگرده به ساختار شبکه هایی که این چیزها رو میسازه. مثل اینکه آدما، فرض کنید که مثلا من اینجا، بعد مثلا یه نفرم کنارم، یه نفر تو خیابون، همینجوری ما آدم هر کدوم یه جایی هستیم و یه شبکه از ارتباطات میسازیم بهش میگن کانتکت نتورک، شبکه تماس آدم ها. از لحاظ ریاضی این که این شبکه چه شکلیه، چه ویژگی، چه ساختاری داره، خیلی چیز عجیبیه. تو مثلا مدت ما فکر کردیم شبکه رندوم، یعنی مثل گراف رندوم. بعد فیزیک دونه که کلن یا با چیزای خیلی ساختاری یافته کار کرده بودن، مثلا وقتی ماده چگال یا علم شبکه های مکعبی و اینها داریم، شبکه کاملا منظم، نه از بلور شناسی بلدی. خب مثلا دیدید مثلا بلور نبات، از اونم یه چیز خیلی بی‌نظم داریم دیگه، مثلا یه پیستون پر از گاز. مثلا ایده این بود که خب پس این شبکه هایی هم که بیرون احتمالاً منظم که نیستن، چون مستدان یا قد دسته به دسته کنار هم ننشستی، یکی این وره یکی اون وره، اما رندوم هم نیستن، چیزی بین این دوتا. و این ساختار ریاضی مهمه. این ساختار ریاضی کجا خودش رو نشون میده؟ توی این پارادوکس دوستی. یعنی هر چقدر شبکه بینابین باشه، این اثر پارادوکس دوستی بیشتره. حالا چرا دارم من راجع به اینقدر چونه میزنم؟ برای اینکه یه استفاده عملیاتی داره. استفاده عملیاتی اینه که توی همه‌گیرشناسی محاسباتی یه سوال اینه که مثلا الان که ما واکسن داریم، خب یه تعداد محدودی واکسن داریم دیگه، مثلا اونقدر لاکشری نداریم که همه رو پاشیم فردا و بگیم واکسن بزن. اولویت رو به کی بدیم؟ چه کسایی باید مثلا؟ این یه سوالی که دولت میپرسه. دولت میاد به یه کمیته از آدم ها میگه که من تونستم از کشور فلان انقدر واکسن بخرم، یا خودمونم انقدر واکسن داریم، بگید ببینیم کیا واجب ترن که واکسن بگیرن.
یه استراتژی که فعلا استراتژی غالبه اینه که خب هدف ما از واکسیناسیون اینه که آدما نمیرن، هدف چیز دیگری نیست. فعلا اینه که چون پیر پاتالا و اینایی که مثل من ریشون خرابه و اینا، اینا خیلی زود میمیرن، واسه همین خب اینا واجب قربون شما دیگه تعارف نداره کرونا با کسی. پس خب یه جواب اینه که مثل الان بریم بدیم به این آدم. ولی خب حالا سوالی که مثلا مهمتره که آقا حالا فرض کنید که مثل الان که تقریبا توی اروپا و آمریکا دیگه همه آدمایی که خطر مرگ داشتن رو واکسینه کرد، چی کار کنیم؟ یعنی الان سوال جدی، یکی از سوالی که مثلا ما هم تا همین شورای که داشتیم مطرح بود این بود که خب ما مثلا تا سن 55 یا 50 رو واکسن زدیم، بعدش با چه استراتژی پیش بریم؟ بریم 45-50 40-45؟ و این چیزی که تقریبا همجای دنیا هم فعلا هست و همه ما میدونیم که خوب نیست. اینی که حالا ما میگیم همه ما، منظورم ما نتورک ساینتیست هاییم، لزومی نداره در نت حرف ما، من رو این حرف میزنم، لزوم نداره چیزی که ما فکر کنیم خوبه واقعا برای یک جامعه خوب باشه. مثلا چند تا پیشنهاد اینه. یه پیشنهاد اینه که این واکسیناسیون قراره چیکار کنه؟ قراره از انتشار بیماری جلوگیری کنه وقتی دیگه قرار نیست کسی از مرگ نجات بده. یعنی فرض اینه که اینم فرض 100% درست نیست، فرض اینه که کسی که واکسن رو گرفت نه تنها ایمن میشه بلکه از انتشار ویروس هم جلوگیری میکنه. ببینید دو تا چیز، شما وقتی واکسن میزنید ممکنه که شما دیگه مریض نشید یا شما فوت نکنید، ولی میتونید کماکان ناقل باشید. نتایج الان اینه که تقریبا با یه درصد خوبی این واکسن ها جلوی ناقل بودن هم میگیرن. این خیلی یه چیزی من تو پرانتز اینجا بگم، دوستان اگر واکسن زدید شما هنوز ممکن است که ناقل باشید، خب ولی احتمالش کمتر از حالت عادیه، اینو بدونید که آره، از اون موقعی که واکسن نزدید، یعنی ضرب و تقسیم سادهش اینه دیگه، آدم ها یک ماشین تو پخش ویروس هن. چون وقتی مریض میشی سرفه میکنی، عطسه میکنی، و وقتی ناقل، وقتی مریض نمیشی کمتر سرفه میکنی، کمتر عطسه میکنی، واسه همین از لازم مکانیکی این ماشین کمتر داره چیزی رو پرت میکنه بیرون. ولی کم مکان ممکنه که این ویروس باشه. یعنی مثلا یه سری آزمایش های خاصی کردن، دیدم مثلا توی دهن آدم ها هنوز مثلا ویروس رو پیدا میکن بعد از این مدت، ولی فعلا تا یه درصد خوبی از ناقل بودن جلوگیری میکنه. پس الان هدف اینه که خب کسی دیگه قرار نیست بمیره، سوال اینه که ما میخوایم به کسایی بزنیم که ناقل کمتر ناقل بشه، یعنی اینو کمتر پخش کنه. باز به خاطر ویژگی های ریاضی این شبکه ها که توشون یه چیز هست اسم هاب. هاب چیه؟ هاب همونیه که ما تو اینستاگرام بهش میگیم طرف شاخ اینستاگرامه. یعنی چی؟ مثلا یه نفری از مثلا چه میدونم 1,000,000 فالوور داره، یعنی یه آدمی که تعداد اتصالش بیشتر توی جامعه هم همینه. مثلا کسی که راننده اتوبوسه یا کسی که مثلا چه میدونم معلم یه مدارس خیلی شلوغه، این از صبح تا شب یک عالمه آدم ها میده، اینا به این آدم هایی میگن که خیلی ارتباط داره. یا یه آدم که شغلش جوری که از صبح تا عصر همش بیرونه، یا مثل بعضی از اعضای خانواده ای که مثلا اصلا مهم نیست براش، هی میره به اینا میگن سوپر اسپریدر، یعنی کسایی که خیلی این ویروس هایی پخش میکنن. هدف اصلی اینه که ما اینا رو شناسایی کنیم و اینا رو واکسن بزنیم. تئوری اینه. پس اگر بتوانیم این سوپر اسپریدر ها رو، این فرا پخش کننده های بیماری رو توی جامعه پیدا کنیم، اینا رو واکسن بزنیم، توی علم شبکه به این مردم میگن چی تارگتد استراتژی. یعنی شما میدونید میرید اینا سوپر اسپریدن تخت تخ میزنید، یه دفعه سیستم امن‌تر میشه. پس عباس جان در درجه اول من میخوام با این بیماری مصری برخورد کنم، بنابراین من باید تقریبا آگاه باشم که شبکه اتصالات انسانی چطوریه و بتونم اینو تو کامپیوترم مثلا بکشمش برای خودم نگاش کنم، آنالیزش کنم، و بعدا اول از همه از یک چیزی به اسم متا دیتا استفاده میکنم که به من میگه که سن این افراد، سن این نقطه های توی شبکه زیاد، اینا در خطرن، یا مثلا بیماری فلان دارن، اینا در خطرن، و من میرم اول به اونا واکسن میزنم، اینا رو امن میکنم، بعد میام سراغ اون اعضایی از سیستم اجتماعی که مهمتر هستن، یعنی امکان این که بقیه رو مبتلا کنن زیاده، و شروع میکنم اونا رو پیدا کردن و اونا رو واکسینه کردن. درسته؟ آره. مشکل عملیاتی چیه؟ اینه که اون متا دیتای اولی خیلی آسونه، ما
اطلاعات سنی آدم ها رو داری. تو ایران زنگ میزنن به شما میگن شما یه بابا بزرگ پیر دارید، یه مامان بزرگ پیر داری، خودت هم که حاجی کلنگی بیا واکسن بزن. این اصلا نیاز نیست که شما شبکه رو بشناسید، شما اعضا رو میشناسید، پارتیکل ها رو میشناسید به قول فیزیکی. اما دوم چیز سختیه، چون ما نمیدونیم در عمل شبکه برهم کنش این شبکه تماس چه شکلیه و هیچ داده بزرگی هم نداریم و اینم خیلی چیز عجیب غریبیه چون خاصیت زمانی داره. یعنی مثلا من و دوستم مثلا توی دانشگاه کنار همین، ولی بعد این میره مثلا خونهشون هم یا خونهمون. پس در عمل پیدا کردن اون فراپخش کننده ها سوپر اسپیدر ها خیلی سخته. راه حل عملیاتی واسه این ما نداریم که به این راحتی بتونیم سوپر اسپیدر رو پیدا کنیم غیر از همون کلک پارادوکس دوستی. پارادوکس دوستی داشت اینه که اگر شما یه یالی رو تصادفی انتخاب کنید زودتر میرسید به اون سوپر اسپریدر. یعنی چی؟ یعنی متد اینه، زنگ میزنم عباس سلام چطوری خوبی، آقا ما میخوایم شما رو واکسینه کنیم، الان به شما اسم 4 تا از رفقاتم بگو. بعد شما اینجوری دوستای ما دارم پیدا میکنم، کیو دوست دارید واکسن بزنید؟ باز مثلا برید بین دوستای من بگید آقا شما کیو بگید کاندید میکنید. این سبب میشه که شما میرید همین این فرایند دیگه، خیلی شاید منطقی هم به نظر نیاد، این سبب میشه که شما زودتر به اون یالهای متصل شونده به اون سوپر اسپریدر ها برسید. واسه همین قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. آره این چیزی کشه و این از اون طرف داستانم هست دیگه. یعنی شما هر موقع میخواهید یه انتخاب هوشمندی کنید باید این کارو انجام بدید. ولی خب همونطور که میبینید جای دنیا این کارو نکرده به دلایل مختلف، تو جلو تراژ این چیزا من حرف. حالا پس دنیا فعلا استراتژیش اینه بیایم از سن از بالا بیایم به پایین. سه تا علت هم داشته. علت اول اینکه این کار آسونه، وقتی به مردم میگید میفهمه. علت دوم اینه که کرونا این شکلیه که انگار با سن یه ارتباط جدی داره. مثلا از زیر 10 سال آدم خیلی امنه، برخلاف مثلا آنفولانزا فلو. شبکه اصلی که آنفولانزا رو پخش میکنه توی جامعه بچه کوچیکان. مثلا همین همیشه اگرم یه ذره یادتون باشه این بچه مچه‌ای تو فامیل داشته باشید، این میره مدرسه مریض میشه، میاد همه رو مریض میکنه. یه دفعه مثلا یه مدرسه مریض میشه، چون خیلی توی بچه‌ها این محتمل تره برعکس کرونا. پس یه علتش اینه که خب آدمو از بالا به پایین انگار منطقیه. دلیل اونش که دلیلشون بود که ساده است، دلیل اونه که منطقیه. اما خب یه راه دیگه هم میشه کرد. مثلا دانمارک اومد این کارو کرد توی صحبت‌ها. دانمارک متقاعد کردیم که بقیه نشده. یعنی فنلان مثلا داره الان از بالا میاد رو به پایین همه جا. فنلان بر اساس سن 5 سال به 5 سال داره واکسن میزنه. دانمارک اومد گفت خب من تا مثلا تونم 45 یا 50 رو که زدم از این طرف هم شروع میکنم زدن. این خیلی معقول تره. چرا؟ چون اصطلاحا میگن اکتیویتی پترن، یعنی الگوی فعالیتی هر آدمی متفاوته. مثلا پدر بزرگ من که پیره، درسته که ممکنه واکسن بهش خیلی کمک کنه، ولی خب مثلا همش خونه نشسته. اما پسرعمه من صبح بیرونه، زور بیرونه، شب بیرونه، آخر شبم قهوه خونه است. خب این خیلی مهمه که این آدم که 24 ساعت این سوپر اسپریدر ها احتمالا توی یه بازه سنیه 23 ساله. پسرعمت نیست ریل لایف؟ امیدوارم نباشه. حالا پسرعمه نوعی گفتم، حالا زیادم حسن میتونن ایگنور کنن گردنه. اما خب ببینید این سیاست ها به دلایل مختلف میتونه عوض بشه. یعنی یه کشوری بگه که مثلا جامعه من فلانه اینها، اما این توصیه های کلیه. یه چیز جالب دیگه هم هست راجع به واکسیناسیون. بذارید من چند تا چیزایی که معروفه بگم. ما الان مثلا یه تعداد زیادی واکسن داریم که عمدشون از اینه که باید 2 شات بزنید شما، دوز اول دوز دوم. اینجوریه که به اولی میگن واکسن، به دوم میگن بوستر واکسن. یعنی که شما اولیو میزنید تا یه مقدار خوبی شانس بهتون میده که ایمنید، ولی حتما باید دومیو با یه فاصله ای بزنید. مثلا فایزر، مدرنا، حتی مثلا اون چینیه که خیلی خوبن فکر کنم نه، اون واکسنی که آکسفورد ساخته، غیر از مثلا اون جانسون اند جانسونی که مثلا تک ضربه، بقیه مثلا دو تایی. من یه چیزی بگم، حالا احتمال زیاد که تقریبا برنامه دنبال میکنن مثلا دوچاره این اشتباه نمیشه، ولی اینو من زیاد فهمیدم مردم میگن. وقتی میگن این واکسن 70% به شما ایمنی میده، این به این معنی نیست که شما 70% مریض میشید. یعنی اگر مریض یه ویژگی هایی داره شما فقط 70% درصدشو میگیرید. این نه، یعنی به معنی 70% یا
کامل ایمن میشید یا 30% شما کلا ایمن نمیشید. یعنی یه چیز باینری اون اتفاقه. این داستان اینه که شما یه تعداد زیاد آدم میبرید آزمایشگاه، بعد دو گروه تقسیمشون میکنید، به سریاشون مثلا ویتامین میزنید، به سریاشون واکسن، بعد مثلا اینا رو میذارید توی محیط ببینن کی مریض میشه. بعد مثلا آقا از این 1000 نفری که ما بردیم توی مثلا این فاز 1 و 2 هم بیشترش میکنه، مثلا چند تا گرفتن چند تا نگرفتن. اگر از 1000 تا 700 نفر سالم موندن، می خب 700 به 1000 یعنی 70% این بدیم. پس این واکسن ها. حالا ایده این بود که بیایم اوایل کار چیکار کنیم، هر کسی که ببینید ایده این بود، هر کسی که یه بار کرونا گرفته رو واکسن نزن. دلیل اول اینه که خب چیزی که ما از پزشکی میدونیم اینه که احتمالا این آدم ها تا یه مدت ایمنه به این مسئله، چقدر نمیدونیم. الان مثلا چند وقت پیش یه چیزی چاپ شد مثلا توی نیچر هم خیلی سر صدا کردن که احتمالا آدم هایی که کرونا رو گرفتن و خفیفم بوده اینا تا آخر عمرشون پاتنو دارن. خب پس اولین دلیل اینه که کسی کرونا گرفته تا تو زمان معقولی سالمه. دوم که ما هنوز اونقدر آزمایش نکردیم که اینهایی که حالا کرونا گرفتن وقتی واکسن میزنن چی میشه. واسه همین اینا رو اول از همون اول خصوصا توی آمریکا بین واکسن نمیزنن. ازت میپرسید آقا شما کرونا گرفتی؟ میگو آره. میگو حالا برو یه هفته دیگه بیا. پس اینا رو گذاشتیم کنار. گروه بعدی اینجوری بود که خب ما بجن که بیایم به این آدما مثلا فایزر رو توی امروز زد دوز دوم، مثلا 11-12 هفته بعد بیا دوباره دوز دوم بگی. این کارو نکنی. بیایم تعداد زیادی آدم رو با یه دونه دوز واکسینه کنیم که سطح ایمنی تا یه مقدار قابل تجربه بیاد بالا، بعد بریم اون دومیه رو بزنیم. این سوال به اینقدر ساده، یه روز 3 گروه مختلف اومدن راجبش بحث کردم توی این جلسه ما، آخرش این بود که هنوز نمیدونیم. چند تا دلیل داره. ببینید بذارید ریاضیش رو ساده کنیم. فرض کنید که واکسن اول 50% ایمنی میده و واکسن دوم شما 100% ایمن میشید. پس اگر من بیام حالا نصف جامعه رو با این 50% بزنم و بعد بیام دوز دوم رو با اون بزنم، این میشه که نصف جامعه ایمن شد. اما میتونم یک کار کنم، همه جامعه رو بیام با اون دوتا نصف بزنم و بازم نصف جامعه ایمن میشه. اگر اینقدر ساده بود خوب خوب بود، اما چند تا مشکل داره. اولا که این درصد فرق داره، یعنی مثلا 50 و 100 نیست. دوم اینکه جامعه به جامعه فرق داره. مثلا توی سرزمین های اشغالی رفتن یه عالم واکسن زدن، دیدن 1%، بعد مثلا توی برزیل 1% بوده. بس اینقدر مطمئن نیستیم که چند درصد. دوز اول فقط 1% ایمیونیتی آورده، مختلفه چه دوز اول چه دوز دوم توی جوامع مختلف ایمنی های متفاوتی. پس واقعا درصدش اینقدر پایین بود که الان مثال زدی؟ فایزر فکر کنم حداقل 50% دوز اولش نیست، تا یه جایی تا 80% هم گزارش شده. فایزر خود فایزر از همه بهتر بود تا جایی که یاد. فایزر تا فایزر بعد از دوز دوم up to 95% تا 95% با دوز دومش میده. ولی خب میگم این خیلی فرق داره دیگه، چون بدنهای ما هم سیستم های پیچیدن، بعد ویژگیاش فرق داره. حواسمون باشه که همه شرایط آزمایشگاهی هم باید دقیق بخونیم که اینا تو چه شرایطی آزمایشگاهی و مثلا توی اون جامعه چقدر بیماری داره پخش میشه، بعد چه وریانت هایی، یعنی خود این ویروس هم هی عوض میشن این حرفا، واسه همین اینا هم مهم. پس حالا سوال اینه که چی کار کنیم. یعنی سیاستمدار میاد به من میگه که آقا چی کار کنیم، این اولیه رو بزنیم وایسیم یه مدت. بعد سوال دوم اینه که آقا ممکنه اگر دوز دوم با یه مدت طولانی یعنی با دیر کرد بزنیم کار نکنه. یعنی اگر بعد از 6 ماه طرف اومد دوز دومو زدیم، این کار نمیگرسن، هیچ فایده ای نداره. این سوالات، این سوالا رو بخشش رو باید پزشک اینا جواب بدن و وقتی جواب اینا اومد مثلا ما هم مدل کنیم. برای همین فعلا مثلا توی اینجا توی شمال اروپا ایده این بود که اون ابتدای کار اومدن تعداد زیادی تک دوز زدن و الان دوز دوم هم شروع کردن میزنن. مثلا الان من نگاه کردم واسه گروه سنی من، گفتن آخر جون بیا دوز اولتو ثبت نام کن اگر میخوای و دوز بعدی 11-12 هفته بعدش بهت میزنم. یعنی اصلا اینجور که اتوماتیکه، یعنی شما دوز اولی که انتخاب میکنی دوم هم برات ثبت میشه، چون مثلا این زمانه بهینه شه.
پس می‌بینیم که واقعا این ساده یا نیست که چجوری باید تصمیم گرفت، باید یک عالم مدل، یک عالم مشاهده رو مد نظر گرفت. و اینکه حالا فرض کنیم ما یه جامعه داریم اومدیم با سه مدل واکسن می‌خوایم واکسینه کنیم، چی میشه داستان؟ یعنی یه سری درصدهای مختلف اینها میدن و عوارض هم مختلف. که اکثر جاها هم همین جوریه دیگه، تقریبا جایی فکر کنم نداریم که یه مدل واکسن باشه. الان تقریبا تعداد واکسن ها اگه تو صفحه ویکی‌پدیا نگاه کنید خیلی زیاده. و من این چیزی هم بگم، من پزشک نیستم. خب یه آدمی هست توی اینستاگرام اسم دکتر که خیلی آدم با مزه پزشک، راجع به این واکسن ها و اثر بخششون یک عالم ویدیو داره، اونا رو ببینید. اما من درسته که خارج نشستم، ولی اگر همین جام به من واکسن سینوفارم بدن به خدا میزنه. یعنی الان شعار همه ما و شعار سازمان جهانینه The best vaccine is the one which is accessible. بهترین واکسن اونیه که گیرتون میاد. تعارف نداریم این وسط. علتش اینه که واکسیناسیون یه امر اجتماعیه، یعنی اگر همه نزنند فایده نداره. و حالا اگر همه بزنن هم من سود میبرم هم همه. برای همینه که اگر ما زور بزنیم، یه مفهومی هست به اسم هرت ایمیونیتی، اینو بعضی بد برداشت کنم بهش میگن ایمنی گله. این گله اینا معنی بدی نمیده، این کلمات سیستم پیچیده به خاطر که آدم ها جاهای مختلف اومده. مثلا یکی میگه گله، یکی میگه مثلا تعداد، یکی میگه مثلا جمعی. آره جمعی اینه. مثلا شنیدید مثلا میگه آقا ما، خب حالا یه سوال دیگه اینه، من 70 میلیون جمعیتی کشورمه، چند میلیون رو باید واکسینه کنم تا مطمئن باشم که دیگه ویروس پخش نمیشه؟ البته عباس جان یه چیزی من نمیدونم، من فکر میکنم ایمنی گله این مربوط به اون استراتژی است که تو میذاری مردم با ویروس مواجه بشن. این سوء تفاهمیه که نمیدونم چرا. هرد ایمیونیتی یعنی این که اون هردت ایمیون بشه. حالا دو جور میشه این کارو کرد. یکی اینه که مثلا فرض کنید بیماری است که مهم نیست، شما میذارید مردم میگیرن تا یه مقدار قابل توجهی، بعد سیستم کلا دیگه امن میشه. این میشه، یعنی آدما به خاطر گرفتن و به خاطر یه سری مکانیزمای بیولوژیک بدنشون دیگه آنتیبادی تولید میکنه یا به هر صورت مقاوم میشه علیه اون بیماری بدون واکسن. مثلا من یادم، من بچه بودم واسه سری مریضی یا واکسن نزدم و مثلا نمیدونم آبل مرغون یه بار شما میگیری و تموم میشه دیگه، کسی آبل مرغون نمیگیره. من یادم همین پسرم عزیزم آبل مرغون گرفت، اومد من آبل مرغون گرفتم و بعد دیگه نه اون گرفت نه من. اون اوائل خصوصا یکی از چیزهای بام از مثلا انگلیس خیلی دنبال این ایده بود که آقا چون ببینید قصه اقتصادم چه خبره، بیایم مغازه مردم رو ببندیم، پول نیست، اقتصاد اروپا فلان، ما هم دنبالشیم، بذاریم مردم. و این تو سوئد هم اتفاق افتاد و جالبش اینه که سوئد و فنلاند دوتا کشورن که خیلی شبیه به همه. حالا مثلا سوئد دو برابر فقط جمعیت ما داریم، 5 میلیون 10 میلیون حرف میزنیم. و خیلی جالبه این دوتا کشور مثلا خیلی شبیهن به همه توی رفتار فرهنگی و بهترین نمونهایی که میشه کنار هم گذاشت. و یه توی سوئد فاجعه رخ داد، یعنی سوئد کلا خیلی هم شل با این چیزا واره. آره اول باز بذاریم مردم گرفتن، بیمارستانا پر شد و بعد فهمیدیم کار غلطیه، به این خاطر که اولا یه تعداد زیاد آدم داشتن میمردن، دوم که بهمون ثابت نشد که هر کی گرفت بعدش دیگه نمیگیره، یعنی این ثابت نشد. اما ایده کلی اینه که هرد ایمیونیتی از طریق مختلف میتونه توی جامعه، یکی راه طبیعیه که آدمو مریض شن بمونه، مثلا این تحقیقی که الان میگه خیلی ممکنه این ایمنیو داشته باشن، یه راهش اینه که با واکسیناسیون اینو انجام بده. بهم میگن هرد ایمیونیتی، پس لزوما چیز بدی نیست. و مثلا توی ایران فکر میکنم، ببینید این چیز بد راجع به ما هیچ حدسی نداریم که اون آستانه چقدر، یعنی مثلا همه میجون میگن 70%، این 70% از کجا اومده؟ این خیلی آستانه هرد ایمیونیتی، یعنی 70% مردم اگر واکسینه بشن یا خودشون گرفته باشن دیگه ما میدونیم بسه. یعنی مثلا اگر ما چونم 80 میلیون جمعیت داریم، شما 7 8 تا 56 تا مثلا 56 میلیون واکسن اگر داشته باشیم، یا مثلا چه میدونم 20 میلیون واکسن بزنیم بقیه هم بگیم خوب. اما اول اینکه این 70% عدد سختی برای به دست آوردن، حرف به این آسونی نیست.
دیدی دیگه آرانه ها رو که واریز میکنن، مثلا میگن 45,020 رقم میرن بعد از ممیز کردن. آقا اینا خیلی مثلا دقیق ما حساب کردی، ولی من موندم به این چیزا که مثلا حالا 70% ایران، 70% سوئد، هم 70%. و نکته مهم اینه که خب حالا آقا خدا رو شکر واکسن اومد و واکسن هم زدیم، تا چند سال دیگه میدونید مثل آنفولانزا، آنفولانزا هر سال ما داریم براش واکسن میسازیم، یه واکسن بیسی داره هر سال آپدیت میکنیم، ای میزن هر سال واکسن آنفولانزا میزن که با واکسن بقیه هم فرق داره، چون آنفولانزا خیلی که عوض میشه، با آنفولانزا هم زورش مثل یکی بکشه. خب پس این داستان سیاست ها راجب واکسیناسیون هم ساده نیست، که کدوم کشور چی رو انتخاب میکنه به خیلی چیزا بستگی داره، که چه امکاناتی داره. مثلا خب یک کشوری مثل ایران مثلا احتمالاً فایزر نداره، واسه همین باید از مدلای دیگه استفاده کنه. پس اون نسخه ای که توی آمریکا نوشته رو نمیشه این طرف استفاده کرد. یا مثلا توی آلمان حالا اینجوریه که رفقای من میتونن برن واکسن بزنن، با اینکه سنشون اندازه منه نباید منتظر باشن. علت اینه که اونا مثلا یه مقدار، آلمان 80 میلیون نفر جمعیت داره، حواسمون باشه، همش به فنلاند 5 میلیون، عدد هم جالبه که آدم تو ذهنش باشه. علتش چیه؟ علتش اینه که اونا ما یه لاکچری داریم وای میسیم اونی که دلمون میخواد بزن. این درست نیست، خصوصا واسه کسایی که تو ایرانه، یعنی تو ایران اصلا نباید این اتفاق، هر چیزی که یه سازمان درست حسابی تاییدش کرد باید زد. بهداشت جهانی خیلی آخرین جایی که همه رو تایید میکنه، حواسمون باشه. مثلا فایزر اول تایید شد، بعد کلی طول کشید تا مدرنا تایید شد. این به این معنی نیست. این راجبه واکسن یه چیزی من بگم، حالا اینو آشنا دارم بیشترم میدونه، همینجوری که حالا سیستم پیچیده جالبیش اینه، همینجوری که ما داریم واکسن میزنیم یه عده دانسته و یه عده نادانسته میان علیه واکسن تبلیغ میکنه، یه دوی که کلن نمیدونن همین جوری مثلا میان میگن آقا نزنیم اینا مثلا فلان میشه، زامبی میشه، بیسا. یه دوی هم نه واقعا، آره یه دوی هم واقعا مثلا دیوونه، یعنی واقعا دوست دارن، خصوصا بعضی از همینجور طرف عشق اینه که توجه جلب کنه، میان همیشه هم بوده، از قدیم بوده. آره یکی میان مثلا میگه آقا ما واکسن نمیزنیم، اینو حجامت بکنیم، آخه بر اساس چی؟ چرا با جون مردم بازی میکنی؟ اینها هست. و نکته مهم اینه که اخبار به اینا میگن فالس انفورمیشن یا میس انفورمیشن، اینها هم با یه صورت وحشتناکی توی یه شبکه دیگه داره میچرخه، یعنی اونجا یه شبکه داریم از آدم‌ها که کانتکت نتورک رو میسازه، یه چیزی داریم اینجا به اسم توییتر، که این دو تا شبکه هم با هم برهم کنش میکنن و این اخبار همجوری میچرخه و اینا با هم بالا و پایین میشه. این سبب میشه که مثلا به یه بنده خدایی یه خبری میرسه که فلانی برنده نوبل فلان گفته هر کی واکسن بزنه، هر کی هر واکسن بزنه تا 2 سال دیگه میمیره. حالا فکر کنم مثلا پی بند خدا، آره مثلا بند خدای روستایی نشسته تو خونه بچهش داره رو تلگرام نگاه میکنه، میگه بابا برنده نوبل گفته، بعد تموم شد دیگه. چون فرهنگ ما هم خیلی قائم به شخص دیگه، مثلا همین جوری که مثلا توی فلسفه هایدگر گفته، یه دفعه میگه برنده نوبل هم گفته میمیری، بعد اونم مثلا طرف 95 سالشه میگه نه بابا نمیریم بزنیم، بعد 7 هفته بعد کرونا میگیره فوت میکنه. پس اینم مهمه، یعنی همزمان ما باید هم واکسیناسیون رو انجام بدیم، هم فرهنگ واکسیناسیون رو دنبال کنیم، یه مردم رو تشویق کنیم به واکسن زدن. من مطمئنم توی هر فامیلی آدم هایی هستن که دلشون راضی نیست به واکسن زدن و اینا ممکنه هیچ موقع هم نرم بزنن. خب این خیلی عجیبه به نظر من، باید حواسمون بهش باشه که بریم این نکته شاید جذاب باشه برای دوستانی که مخصوصا حالا علاقه من به شبکه هستن یا دوست دارن واقعا کاری بکنن تو این زمینه. عباس الان از همه‌گیری صحبت کرد که بهش میگیم پندمیکس، و از پخش اطلاعات غلط صحبت کرد که بهش میگیم اینفودمیکس. خب و ابزارهای ریاضیاتی که استفاده می‌کنی تا اینا رو مطالعه کنی خیلی شبیه به هم دیگه، و اون دوستانی حالا عباس اگر رسیدی راجع به اینم صحبت کن که یکی که بخواد روی این زمینه کار کنه مثلا باید بره گراف تئوری بدونه، بعد چی بدونه و اینها، اینم جذابه اگر رسیدی بهش بپردازی. آره من یه کمی یه چیزی راجع به این مسئله گفتی یاد چیزی افتادم. ما یه اصطلاحی داریم توی نتورک ساینس بهش میگیم که پدیده جهان کوچکی، یعنی همون داستانی که میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. علتش اینه که این حرف یعنی که، یعنی به طور متوسط بین من و اوباما احتمالاً با 3-4 تا واسطه میشه رسید، یعنی
میشه نشون داد مثلا من با استاد راهنمام توی بهشتی دوستم، اون با رئیس دانشگاه دوسته، رئیس دانشگاه با وزیر علوم دوسته، وزیر علوم با ظریف دوسته، ظریف رفته جان کری رو دیده، جان کری فلان. به طور کلی مسیرها کوتاهن، کوتاه‌تر چیزی که به ذهن ما میرسن. برای همینه که اینقدر اطلاعات سریع اصطلاحاً دیده میشه که پخش میشه. واسه همینه که این ویژگی جالب به طور ریاضیاتی هم ما میتونیم نشون بدیم، یعنی به طور متوسط فاصله دو تا رأس یک گراف متناسبه با لوگاریتم تعداد روز، این تعریف ریاضیشه نه خود روز، یعنی متناسب با ان اس به متناسب ال ان ان. این یعنی خیلی کوتاهه، اونایی که خیلی رو ریاضی نیستن یعنی خیلی خیلی فاصله ما از هر کسی کوتاهه. آره پس این یعنی که نزدیکی. اما سوال بعدی اینه که این شبکه و این حرفایی که من زدم هم الانم خوشحالم که ریاضیاتش هم فهمیدیم، اینا شبکه ایستان، یعنی فرض کردیم که این شبکه جای فریز شده، من دارم نگاه میکنم. اما در حقیقت این شبکه‌های دنیای واقعی اینا تمپورالن، زمانی، یعنی یه لینکی الان هست فردا نیست. شما هزار نفر رو فالو میکنید ولی خب یه عالم آدم اصلا فقط میان نگاه میکنن میرن، این لینک ایجاد میشه قطع میشه. سوال اینه که توی اینجور شبکه ها که نزدیکیم واقعا انگار با LNN، آیا اطلاعات واقعا اونقدر که فکر میکنیم سریعا پخش میشه یا نه؟ این خیلی سوال چیز بامده. یه جایی توی فرنس هست که یادم چندری آدمی ببینه که دوست نداره، بعد اون دختره میگه که What a small world، بعد چندر میگه که آره ولی بدبختی اینه که من توی این اسمال ورد هیچ موقع بیانسه رو نمیبینم. این یعنی که درسته که شبکه اسمال ورده ولی اونقدر شبکه ها فست نیستن. و حالا سواله برای کسی که یه ذره ذهنش ریاضی و فیزیکیه، چقدر اسلو، چقدر فست، اینا یعنی چی، چرا اینا مهمه؟ به این خاطر که 2019 که اخبار کرونا داشت گوش به گوش می رسید، من عباس کریمی دانشجوی نتورک ساینس عمرن نمی تونستم فکر کنم که این اتفاق می افته. مردم عادی و کار ندارم، من که دارم از این راه پول در میارم و میگم به خاطر اینکه اون تایم اسکیل ها، یعنی که این بیماری چقدر پول می کشه از چین بیاد اینجا رو من نمی فهممش. یه نکته ولی بگم عباس، این باحاله. مانلیو استاد من کرده بودی باش؟ نه از اون بهتر. یک هفته قبل از ورود کووید به ایتالیا گفت نیاد سر کار و خیلی حرکت فانی بود. آره. یعنی فهمیده بود که قراره بیاد کووید. آره ما هم یاری این بلا رو سرمون آورد. ما اولین گروهی بودیم که تعطیل کردیم رفتیم خونه. ولی خب چیز جالبی بود، من با خیلی از آدم ها که حرف می زدم هیچ کسی فکر نمی که دوتا تابستون توش باشیم. عمده آدم، استادم نه، چرخش به استاد به استادم گفتم من فکر کنم تابستون قبلی تمام شه، نگاهی عاقلا در صفیه به من کرد. سیریسلی گفتم به بازار که خودتون ببخشید، ولی من علتش اینه که من آقا من درس شبکه‌ام خوب بود، نمیفهمیدم واکسن ساختن اینقدر طول میکشه. این واکسن هایی که الان توی بازاره اینا که الان پیدا نشده که، اینا یک سال پیش ساخته شده. ولی خب اون فاز یک و فاز دو و فاز سه و حالا مجوز بدیم و بعد حالا مثلا آمریکا ساخته میخواییم. ببینید یه چیزی که جالبه ولی خوبه راجبش بدونیم، یه سوال جدیه، آقا این همه کارخونه دارن این واکسن ها رو میزنن، خب آقا خط تولیدش هم بدیم ما ببریم هند و چین و پاکستان، خط تولید نمیدن به شما. علتش یک عالمه چیزه. اولا اینکه یک عالمه داستان حقوقی وجود داره و داستان های رد و بندهای مالی بین این شرکت های داروسازی که یه اصلا اینجوری نیست که خب تکنولوژی، یعنی بعضی خیلی اخلاقی به مسئله فکر میکنه که آقا یه کمپانی اومده یه واکسنی ساخته، فردا صبح میگه به قول خیلی خیابونیش اینم فرمول واکسن برید بزنید. نه اصلا یک عالم پتنت هست، یک عالم مسئله قانونی وجود داره و الان هم کماکان این مشکلات هست، یعنی شما نتونستید کارخونه ما همشون با مثلا فلان 5 میلیون نفر جمعیت داره، بابا بدید همجا خودمون خط تولید میزنیم شروع کنیم واکسن، اما این اتفاق نمیافته. مثلا من تو ذهنم نمیاد که یه واکسن تا بیاد به دست من برسه اینقدر طول میکشه. برای همین مثلا حتی میگم که آره تابستون قبلی باید تموم میشد، حداقل مثلا تو این کشور شمال اروپا که خیلی جمعیت و مثلا چیز محدودی دارن و فرهنگشون خیلی فرهنگی مثلا بای دیفالت سوشال دیستنسینگ رو دارن، ولی خب دیدیم که اتفاق نیافتاد. یه چیز دیگه هم که ذهن آدم و اصلا از لحاظ تکاملی نمیفهمنش رشد نماییه.
به خاطر اینکه ما هیچ موقع چیزی نریم جلو چشممون نمایی رشد کنه، دو بشه چهار، چهار بشه هشت، هشت بشه 16، بشه 32، یا اینجا دیگه مردیم. چون تا اینجا هم زیاد نمیفهمیمش، فکر میکنیم خطی داره بزرگ، اما وقتی یه دفعه دیگه میشه 512 میشه 1000، بعد اینجوری میره بالا. این همینه. تو من برای ملموس شدنش دوستان تجسم کنید حقوقتون به صورت نمایی اضافه بشه. ای خدا این کشورهای نوردیک ممکنه بعد یه قانون مالیاتی بذارن که دابل نمایی ازش مالیات کم کنه. ولی مثال معروفیه دیگه، میگن که من نمیدونم چقدر این درسته، ولی چیز پند اخلاقی داره. یه بند خدای شطرنج رو ساخت، برد پیش یه پادشاهی گفت حال کن چه بازی من ساختم. گفت جایزه چی میخوای؟ من فلان قد بهت مثلا طلا میدم فلان میدم. گفت نه من سوال پرسش خیلی ساده ای دارم، میشه گندم بهم بدین؟ بعد میگه آر چقدر گندم میخوای؟ میگه آقا هیچی، توی خونه اول شطرنج یه دونه، توی خونه دومی دو تا، توی بعدی چهار تا، همینجور دو برابر بره. پادشاه نگاهی بهش کنه میگه من تو با این هوشت که این بازی ساخته ولی خیلی احمقی، دو تا گونی بهش بدید. میگه نه آقا بشین حساب کنی. مثلا حساب میکنن اگه تمام مزارع گندم رو بذارن رو هم مثلا نمیشه اونقدر، یعنی دو به توان 64 دیگه، 8 در 8 شد، دو به توان چیز اون عدد اصلا توی مغز هیچ کسی نمیره. و واسه همین هم بود که خیلی از سیاستمدارا باورشون نمیشد. یه آدمی توی فیلد ما هست که میشه بگی سرشناس ترین نتورک ساینتیستی که توی این حوزه همگی شناس محاسبه، اسمش هست همشهری کنونی آقای آرشام خانه، آقای وسپینانی. ایشون خیلی آدم مطرح و معروفیه توی این داستان. بعد من یه دیدم که یکی ازش پرسید آقا شما که آمریکا بودید کی فهمیدید که بیچاره داریم میشین؟ گفت ژانویه 2020. خب اون آدم کارش واقعا اینجوری که در ارتباطه، ژانویه 2020 من گفتم بیچاره شدیم. ولی اینجوری بود که خود منم باورم نمیشد که واقعا اینجوری بیچاره شدیم. من با هر کی میرفتم حرف میزدم میگفت نه بابا این همونجا میمونه، مرزا رو میبندن نمیاد. گفتم بابا نمیخونه این گزارش رو نگاه کنید، این ووهان این شده این شده. بعد خود وسپینانی میگفت، یعنی هر بیانی که من آدم به این قد کوتاهی میزنم، وسپینانی بلند قامت میگفت که من خودم هم وقتی به اینا توصیه میکردم میگفتم ایشالله که نمیشه، یعنی ترجمه دقیقا این بود. ولی خب دیدیم که اتفاقا شما اگر نگاه کنید بچه، اگر که علاقه من بودید برید کاراشو ببینید، توی نورت ایسترن یونیورسیتی آمریکا هست الان. بعد یکی از آزمایشگاه خیلی خفن این قضیه رو داره، یعنی اینا داده از سراسر دنیا جمع میکنن، حتی مثلا چگالی پشه هایی که در فلان نواحی دنیا هست و اینا دارن و دارن آنالیز میکنن مدام به صورت استریم. و برای همین بود که تونستن یکی از اولین حدسا رو بزنن که این بیماری قراره مهم باشه. دو سال پیش، چقدر پیش. آره تو ببینید، من اون اولش یادمه که این آقای اسنودن هست که زمان اوباما زدن یه سری حرف مرف زد، خلاصه آواره شد توی این چیزای جاسوسی محسوسی، یه حرف خوبی زد. حتی خب حرفش خوب بود، ولی خب من اینجوردم که خب باشه. حرفش این بود که واقعا توی دنیای امروز که اینقدر همه چیز به هم وصله، کسی به عقلش نمیرسید که آقا ممکنه این بلا سر دولت ها بیان. چرا هیچ دولتی آماده نبود؟ خب این آدم یه پوزیشنش فرق داره، ولی من این حرف رو به دو سه مدل میفهمم. اول اینکه یک عالم مریضی اینجوری اتفاق میفته توی دنیا که لوکالی دورش رو میگیرن جمعش میکنن و اصلا اینجوری نیست که منتشر بشه، خیلی زود راه درمان پیدا میکنن. و تجربه، یعنی اون کامن سنس ملت این بود که اینم احتمالا این بقیه است، ولی خب نبود دیگه، بالاخره میفته. و دنیای امروز این داستان هایی که از یا میگن دون چی دهکده جهانی و همه رو به هم وصل کنیم و گلوبالیزیشن اینا، خب اینها هم آفت های گلوبالیزیشن هست. مثلا یعنی همونجور که وقتی اقتصاد آمریکا میتره که موجش بلند میشه، میاد چه میدونم میره اروپا از اونور، میفته رو صحرای آفریقا از اونور، یکی میگه آقا داعش به خاطر مثلا فلان فروم اینا به هم خیلی ربط داره، یا از اونور مثلا ویروسی توی چین بلند میشه میاد دنیا رو میگیره، اما به خاطر که هایلی دنیا کانکتده. پس واسه همین متخصص هم میگه. یه نکته هم که من اینجا میخوام بگم، ببینید دانشمند و دانشمنده، خب اینو باید قبول کنیم، دانشمند نه مشاوره نه مدیره نه مسئوله. این خیلی مهمه. وظیفه دانشمنده و دانشمنده یه فرهنگ خاصی داره. اولین فرهنگشونه که کندند. چرا؟ چون علم اساسا چیز کندیه و
اینا الان میگم یعنی چی. و اینکه دانشمندا درکی ندارن که وقتی با مردم حرف میزنن عواقب این حرف چیه. یعنی مثلا این ممکنه آقا من یه آزمایشی کنم فردا بیام توی الانم که دیگه همه مدیا داره، فردا تلویزیونمو روشن میکنم میام توی تلویزیونم به مردم میگم مردم فلان داروی فلان رو استفاده کنید، بعد مثلا همون موقع مردم میرزن داروخونه مثلا میبرن فلان میشه. یعنی آدم وقتی داره با جامعه مثلا کامپلکسیته باید درک کنه که آقا این حرف تو چه عواقبی داره. شاید این حرفو یک روز دیرتر میزدی خیلی مفیدتر واقع میشد. برای اینکه دانشمند اینو نمیفهمه، دانشمند کارش نیست دو تا چهار تا رو کنه اونم به صورت کند. این حرف مهمه. به قول خود همین آقای وسپینانی میگفت که آقا ما یه سری مراکزی ساختیم اسم هواشناسی، شما فیزیک که میخونی یکی از جاهایی که میتونی بشه مشغول بشی اینه که بری توی هواشناسی. یه آل تا همه جای هست، توی شهری که منم توش به دنیا اومدم سنتر اف هواشناسی داره. اصفهان نه زرین شهر، اصفهان که کلان شهره، اون ریزی که من از توش اومدم. یعنی میخوام بگم که خیلی عادیه، شما میری لیسانس فیزیک میگیری، فوق لیسانس هواشناسی دانشگاه تهران هم داره، میرید یه جای وای میسید توی یک شرکت، توی یه ارگانیزیشن که صبح تا شب کارت هواشناسیه، نه دیگه کاری داری که کوانتوم فیلتوری چه خبره، نه کاری داری که اپتیک فوتونی. آقا من هواشناسم، حالا یه چیزایی هم اگه تاله یاد نگرفتم توی کار یاد میگیرم. اما برای اپیدمی همچین چیزی نداشتیم. یعنی حتی هم خفن‌ترین سنترایی که من اون موقعی که فوق لیسانسمو شروع کردم یه 5-6 سال پیشش آقای وسپینانی یه ریویو آرتیکل نوشته بود، کل اپیدمی اون روز نوشته بود که آقا کجاست. اما همین آقای وسپینانی که مثلا این همه سال کار کرده و پول گرفته از دانشگاه هم آقا کار من دانشگاهیه، باید یه سری مراکزی باشه که کارشون این بود. چرا؟ ببینید الان مثلا ما که نتورک ساینتیستیم هر کدوم یه مسئله داریم، مثلا چه می‌دونم آرشام داره روی یه مسئله کار میکنه که من هیچ ربطی کارم به اون نداره، بعد یکی دیگه حالا یه دفعه اگر بخوایم همه بریم روی اون کار کنیم باید اون پروژه رو کنسل کنیم. بعد خب به خاطر اون پروژه ها ما قرار داد مثلا بستیم با سنت یا دانشگاه، برای اون پروژه داریم پول میگیریم. پس اگر قرار باشه اینا رو رها کنیم بریم سر یه چیز دیگه، باید یه کسی باشه این آسیبو جبران کنه و کارهای اداریشو انجام بده. واسه همین یه دفعه نمیشه این بار رو بندازه رو دوش دانشجوهای دکترا، و چون بالاخره خود این اساتیدم که این کارو نمیکنن، که این کارمندهای علمی من بگه مثلا حتما باید یک سری سازمان ساخته بشه. از طرف دیگه میگم دانشمند درک نمیکنه. من از چند تا ساینتیست شنیدم و خودم هم اینو یه بار اشتباه کردم و گفتم حالا خب یه سری هم مردن دیگه، چاره نیست. این نمیشه به مردم اینقدر گستاخانه یه چیزایی گفت. ملاحظات اجتماعی مهمه، برای همینه که اون موقع شده سیاست ندار من شدم فیزیکدان، برای اینکه حرف زدن با مردم خیلی مهمه. یه چیز دیگه هم اینو میخواستم بگم که خیلی هم از بعد از کووید، یعنی از حدود یک سال بعد از کووید، تعداد پوزیشن های کاری که میشه براشون اپلای کرد زیاد شد در تمام کشورها روی زمینه شیوع محاسباتی، همین کارهایی که داره الان عباس میگه. حتی تو کشورهای عربی بودجه خیلی بزرگی داره میاد روش که شاید واقعا بعدن یک مراکزی داشته باشیم به صورت تخصصی مثل هواشناسی بیان به همه گیری ها بپردازن. آره تو هم مثلا همین نوردیک ماس کووید پروژکتی که ما توش بودیم، اولین کاری که کردن این بود که خب آقا ما اومدیم دیگه وسط، دولت دانمارک پول بده، دولت فنلاند پول بده، بعد خب یه سری جاهایی هستن مثلا مرکز آمار، بعد حالا توی فنلاند مرکز آمار چرت و پرت میگفت، یعنی در مقایسه با کارهایی که مرد اصلا نمیدونم. ببین یعنی چیزی من حالا میگم، یه سری مدل های خیلی معروف است توی کار ما، بهش میگن مدل های بخش بندی، کامپارتمنتال مدل، مثلا شنید مدل SI، مدل SIR. بعد یه سری از آدم ها هستن که هنوز اینا رو روی شبکه های رندوم یا مثلا شبکه های کاملا همگن حل میکنن. ما میدونیم، ما 20 ساله میدونیم این فایده نداره دیگه. بعد مثلا ندیده تا حالا اصلا ندیده، اصلا طرف یک بار دیده که من خیلی هم خوشحال و با افتخار میام میگن که یه مدلی داریم SIR، سه تا مدل دیفرانسیل کوب شده نمیشه نامریکل کرده. بعد میگیم که خب بابا نتورک توپولوژی پس کو. این به این خاطره که اون بند خودم کارش نخورده به اون کارش بوده، مش عدد گرفته، مش دوبار رگرسیون کرده. و خب مثلا ما اونجا بود که ما با اونا همکاری کردیم، یه سری پول اومد. مثلا گروه ما مثلا خب ما که دانشکده کامپیوتریم، دانشکده فیزیک، دانشکده ریاضی آلتو،
به همراه مثلا سوئد، اینها آدم های مختلف اومدن و کلی پستاک گرفتن، 4 تا 5 تا بکنم پستاک مثلا تو این فرصت ما گرفتیم، آقا طرف بیا پول بگیر فقط روی این مسئله کار. اما باز هم این کسی که پستاک اومده هدف این اینه که اصطلاحا پابلیش کنه، یعنی میگه من یافته هایی یافتم برای علم. دولت، شرکت اینجوری نیست، دولت میگه من میخوام دردی رو دوا کنه، من یه مسئله امروز دارم باید دقیق، فردا صبح هم حل نشد دیگه به درد میخوره، مثلا من باید اونقدر پول خرج کنم. مثلا اینه که نمیشه که پس این دانشمنده دارن چی کار میکنن. دانشمنده یه سری آدم های کارمنتوری هستن که یه سری ضرب و تقسیم برای دل خودشون میکردن. اگر شما میخوای بیای برای دل دولت بکنی، باید اینا رو بیای بهشون یک پوزیشن دولتوری بدی. دولتی منظورم اینه که خارج از دانشگاه کار صنعتی کنه، طرف وقتش رو بذاره روی این مسئله. یه مسئله بامزه که باز خیلی مهمه، که یه فیلمی هست که خیلی هم مردم دیدنش، اسمش چی بود که راجع به هم پخش این مریضیه بود، کانتیجن یه همچین چیزی بود ها؟ من ندیدم، اگر که فیلمی هم بوده. خیلی فیلم معروفه که راجع به یه آدمیه که بکنم میره چین یا نمیدونم یه من یه مقدار از این فیلمای زامبیا دیدم مثلا. نه زامبی نه، این خیلی معروف بود، فکر کنم نتفلیکس واسه گزارش کرد که چند، فکر کنم اسم فیلم مثلا انتشار بود، اینو خیلی فیلم معروفه، من نگاه کنم تو چی میگفتم؟ آه، یه کانسپتی وجود داره به اسم بیسیک ریپروداکشن نامبر، بهش میگن R0 R0. این یعنی چی؟ من معنیش رو بهتون میگم. معنیش اینه که توی معنی ریاضیش یه جامعه اگر یه نفر واسه اولین بار تو جامعه مریض شد، این آدم چند نفر رو مریض میکنه. اسم انگلیسیش هم آره کانتاجیوس. آره نه ورد وارزی، نه اون ورد وارزی خیلی دیگه تخیلی، ولی فیلم خوبه. این یعنی بیسیک ریپروداکشن نامبر، یعنی یه مریضی تا چند نفر، یادم که اولین بار توی جامعه که همه سال من مریض میشن چند نفر میتونه مریض. اولا این تعریف کاملا به درد نخوره، به خاطر اینکه این تعریف از اون زمانهای خیلی قدیم میاد که شبکه ها کاملا یا رندوم همگن بودن، یعنی مثلا یه توزیع درجه مثلا پواسونی خیلی چیز داشتن، شمون شبکه های اردوش رینی. الان توی شبکه‌ای که اصطلاحا ناهمگنی داره اصلا معنی داری نیست. یک. دو، اصطلاحا استنباط این عدد از دل داده های تجربی هم کار آسونی نیست، یعنی خیلی وقتا ریپروداکشن نامبر یه عددیه که اگر مثلا از 1.2 بشه 2.2 یعنی فاجعه، بعد مثلا از 0.9 بشه 0.1 یعنی بدبخت شدیم، از این معنی ها این شکلی میده. برای همین اینکه این عدد هستم ببینیم چه جوری بفهمیم خودش خیلی کار سختیه. و یه داستان خیلی جالبی که همون لینک هایی که من استوری که گذاشتم از کوانتا مگزین رو ببینید، این خیلی خوبیه، مطلب خیلی طولانیه ولی خب جالبه، خیلی علاقه من باشه. یه آقایی به اسم گلدنفلد توی دانشگاه، ایشون استاد فیزیکه توی ایلینوی، خیلی آدم بزرگی ها، اون آدم فیزیکدان جدیه. ما توی ارشد بهشتی یک درس داشتیم اسم پدیده‌های بحرانی، 3 واحد درس ایش کتاب ایشون رو پاس میکرد. این آدم با عنوان کسی کارش همین چیزها بود، اینا آمدن یه آزمایشی طراحی کردن که تحت چه شرایطی ما میتونیم دانشگاه رو کنترل شده باز کنیم توی آمریکا. آقا اینا یه گندی زدن که بندگان خدا تا یه چند ماه فحش میخوردن توی آمریکا. علتشون هم بود که اینا خیلی آدم های صاف و صادقی بودن، مثلا بودن آقا این قانون مردم اگر این کار رو کنن، این کران پایین بدبختیه که پیش میاد، کران بالا. ولی خب اینا همه در صورتی بود که آقا اون آدما واقعا منطقی برخورد نمی‌کنن، ما می‌دونیم که آدما منطقی برخورد نمی‌کنه. یعنی یکی از فرضای اساسی بود که کسی که آقا تستش مثبت شد این ایزوله میشه، این دیگه نمیاد دانشگاه. اینا رو همه حساب ایلینوی باز کردن و یک اتفاق عجیب و غریب افتاد، تعداد آدم مریض شدن، سر و صدای خیلی در اومد، دولت شروع کرد به اینا دری ور، اونم تازه توی دولت ترامپ عزیز که قشنگ همه آماده بودن که به علم توپن، قشنگ به اینا توپیدن. و خب مثلا واسه آدم مثلا آقای گلدنفلد هم سنگین تمام شد، که خودش میگه آقا به خدا سخت بود و ما هم فکر نمی‌کردیم که اونایی که مریض میشن اصلا ایگنور کنن باشن بیان پارتی. و خیلی مهمه چون اونا سوپر اسپریدرن از غذا. از بدبختی روزگار ما آدمایی که عامل مریضی هم خیلی هم دوست دارن برن پخش بشه. تا اینجا یه چیز بگم، اینو
این دوست ما هم توی استوریش در تبلیغ گذاشت آقا چرا میگه 10 شب دیگه کسی نیاد بیرون. ببینید این دقیقا ما پس سوپر اسپریدر ها. این ارزون ترین محدودیتی که دولت میتونه بذاره. چرا؟ چون عموم مردم که 9 شب خونند، خصوصا تو این کشورهای اروپایی که 7 شب به بعد همه خونند. اما کیا حالا بیرونند اون موقع؟ اون معمولا سوپر اسپریدر ها. واسه همین اگر من محدودیت خیلی ارزونی، من هیچ بهای بستن مغازه مردم نیست، چون دولت باید اون پسرهی که اهل پارتی کلی رفیق و آشنا داره میرن با هم گل میپیچن گل میکشن، از اینا زیاد من خودم دیدم و اینا خیلی حرص منو در آوردن. خودتون سر همین بستنتون دیگه. ما 2 هفته اینجا ایزوله ایزوله قضا میابردن دمه در میدادن به امون. و به خاطر اینکه اینا اومده بودن پارتی کرده بودن ساعت 12 شب اینجا و دیگه معلوم نبود که کی داره بیماری و کی نداره بیماری و خلاصه. پس داری میگه که اگر که من بیام بگم 10 شب به بعد نیاید بیرون، در حقیقت جلوی این آدمایی رو که خیلی هم اتفاقا دارن ضرر میزنن میگیرم. مثلا این قانون 80-20 رو شنیدید توی اقتصاد؟ این قانونی که مردم باشه زیادم بازی میکنم. مثلا دم انتخابات ایران یه بار این آقای قالیباف میگم 95-5 تو آمریکا میگن 99-1. اینکه این عدد دقیقا چقدر رو چقدر مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که یه تیکش خیلی گنده است، مثلا بیشتر از 50 تا، یه تیکش کوچیکه. از مشکلی که تو اون کوچیکه هم که میری الگوی تکرار میشه. مثلا میگن که اگر 80% پول یک کشور دست 20% جامعه باشه، وقتی میری توی اون 20% آقازاده ها میبینید باز اونم خودشون به یه سری میگن آقازاده. یعنی دوباره از اون تو اون 20% این 80% پول این 20% پول این آقازاده دست 20% خاصی. این پدیده سبب میشه که یک خاصیتی به اسم بیمه قیاسی توی سیستم ها شکل بگیره، حداقل تا لول های. و این سوپر اسپریدر رو معنیشون اینه طرف تعدادشون کمه، یعنی مثلا میبینی که 100 جامعه مسبب مثلا تعداد زیادی از یه عدد جالبی بود که من میتونم بگم. یکی از بدی های کرونا یادم میاد، یکی از مشکلات کرونا اینه که یه دوره نهان داره این ویروس. یعنی شما ویروس رو گرفتی مریضی ولی سیمتوم نداری و سالمی. یه گزارشی میخوندم که بیشتر از 50 بیشتر از 80% اتفاقات همین رو دارن شکل میدن و این خیلی چیز خطرناکی. حالا واسه این چی کار کردن؟ اینو من راجع به این پیپره که ما نوشتیم میگم چی کار کردن. ولی قبلش میخوام اینو ببندم سر این داستانه. فقط من یه چیزی بگم، ما الان حدود 10 دقیقه از یک ساعت بیشتر هستیم ولی من اوکی هم. خب نه من همینو میگم و میبندمش که بریم سراغ این. ببینید سوال اصلی دولت ها اینه که آقا این سوپر اسپریدر رو پیدا کن و همیشه هم اینه که آقا ما خواستیم محدودیت ایجاد کنیم چقدر باید هزینه کنیم. مثلا اگر مثلا تو ایران واقعا دولت، ببینید بعضی من میفهمم ایران خیلی شرایط سخته، من پدر خودم کاسبه خب و هر صبح من هر موقع زنگ میزنم منم اعصاب نداره میفهمم، گفتم بازار بسته شه ما رو میبندن ما نون نداریم بخوریم، من اینو میفهمم، ما کارمند دولت نیستیم دولت حقوقمون رو بده. اما از اون طرفم دولت نمیتونه پول بده. اینجا فنلان مثلا یه عالم آدمو تعطیل کردن بهشون کمک از اینجا به ما گفتن بذار هر یه ماسکی که میزنی 2 یورو مالیات نده، نمیدونم اگر خونه نشین شدی انقدر از مالیاتت کم میکنه. الان من حدود 600 یورو از دولت فنلان طلبکارم به خاطر این پسر خوبه بودنم که یه سال خونه نشستم. خب دولت فنلان این لاکچریه داریم. مثلا نروژ برداش یه عالم واکسن دونیت کرده به آفریقا، چون ایده اینه که آقا باید همه جای دنیا واکسینه بشه. حالا منی که نروژم و پول دارم و مردمم هم زیاد نمیمیرن، بذار اینو بدم اونایی که نیاز داره. خب این مهمه مثلا اینه که چه بهایی داریم خزینه میکنیم. توی ایران اینا اومدن 10 شب به بعد و بسن، همه هم مسخره کردن آقا اردوی فلان مثلا. چرا اونها هم داره اون کار بدیه، ولی این کار بود که همه جای دنیا هم کردن، اسپانیا هم فکر کنم کرد، این کشورها که خیلی فرهنگ زندگی شبانشون جدی تره این کارو کردن. توی فنلان اصلا اینو نذاشتن به خاطر اینکه اولا توی زمستون که ما 4 به بعد شب بود اینجا و سرد بود، -20 بود، کسی بیرون نبود و کلا فنلان اینجوری که شما ساعت 6 عصر میری بیرون اصلا کسی نیست. حالا یکی هم بود کیو میخواد بره آلوده کنه. این خیلی مهمه. پس این ریستریکشن ها خیلی متناسبه با شرایط اون جامعه. مثلا فرض کنید که یک کشوری توی شرایط سیاسی خاصی قرار گرفته، شرایط اقتصادی خاصی قرار گرفته،
دولت ها نمیتونن نسبت به هم واکنش نشون بدن. حتی مسئله غذا، مثلا فرض کنید که یکی از چیزایی که خیلی گزارش شده بود مصرف ویتامین دی، و یه هم بس یه خوبی داره بین مقاومت راجع به این بیماری و مثلا درمان شدن با ویتامین دی. حالا فرض کنید یه ملتی هست که ویتامین دی توش زیاده، یه ملتی هم مثل فنلاندی هستن که اگه قرص ویتامین دی شون رو نخورن چون آفتاب ندارن اصلا ویتامین دی بهشون نمیرسه. اینا خیلی پارامترهای ریزه میزهیه که به هم اثر دارن. یه جوکی بود راجع به این کشورهای نوردیک مثل فنلاند، گفتن که ای بابا سوشال دیستنسینگ اومده، مجبوریم از فاصله 5 متر خودمون رو محدود کنیم به فاصله 2 متر. یعنی اینجا پیش فرض، من هیچ موقع اینجا نرفتم توی مترو هلسینکی و جا نباشه بشینم، همیشه توی اتوبوس جا هست، همیشه توی مترو جا هست، هیچ موقع له نمیشه. من انقدر تهران له شدم توی مترو و اتوبوس، اینجا اصلا اون اتفاق نمیفته. واسه همین اوریجینالی مردم سوشال دیستنسینگ تو خون و فرهنگ و امکاناتشون هست، اما خب شما مترو تهران رو نگاه کنید نمیشه. مراسمات ایرانی ها نگاه، تشییع جنازه های ایرانی هستن که چه باعث به تشییع جنازه اروپایی ها نداره، یا مراسم های دیگه یا فلان. هر چقدر ما بخوایم بگیم این کشور اون کشور ها و فلانیم، هر چقدر الان این وزیر بهداشت بگه فلانیم یا بیساریم، شما باید منطقی به داستان نگاه کنید که ما چقدر پول داریم، ما چقدر توان داریم، مردممون چقدر گوش میکنن. حالا مثلا راجب ماسک، خب یه اشتباهی بود که ما اول ما فکر نمیکردیم ماسک لازمه. یعنی ما مزور سازمان بهداشت جهانی گفت حالا نه دستتون رو خوب بشورید و الکل بزنید اینا. بعد مثلا آمار عجیب غریب می اومد، آقا طرف برداشته الکل خورده، بعد مثلا کور شده فلان شده. بعد چرا؟ حالا یه دهی که جوک بود، ولی واقعا یه سری اینجوری بودن که الکل رو بخونیم ضد عفونی شیم کامل. اینا همون میس اینفورمیشنی که راجبش حرف زدیم. یعنی اینا شاید توی فرهنگ مثلا آگاه داریم بلا سر مردم نمیومد، یا همه اون چرت و پرتای روغن بنفشه و گرمی خوردن و سیر بخوریم و اینها توی آمریکا هم هست. این سر ایران رو نذارید پیش آمریکا، این دوتا کشور خیلی تو این جای شبیه هم مردمشون رفتار میکنن. و در واقع مثلا یه جامعه دیگه فرض کنید با فنلاند مقایسه کنید، مثلا عادت ندارم مثلا چه میدونم فلان عادت که ما داریم گل بنفشه و اینا رو پیدا کنیم. اینا بخش زیادشون مشکلات فرهنگه، یعنی فرهنگ باید دنبالش باشه جواب بده. و خوبه دیگه، من چیزایی که نوشتم و گفتم، حالا اگر حسل، من نمیدونم این لایو جدید اینستاگرام چقدر به ما وقت میده، ولی من دوست دارم وقت بهمون میده، اطلاع ندارم که تا چقدر بریم دیگه اجازه سیو بهمون نمیده. شاید هم دوست دارم یکم راجع به کار خودم هم حرف بزنم که تبلیغش شد. ببین یه چیزی بیا حرف بزنیم، اگر نتونستم سیوش کنم بعدن با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که یه چیز سیو شده. الان چند دقیقه حرف زدیم؟ یک ساعت و نیم. الان آره یک ساعت و اینو ببند یه لایو دیگه باز. اوکی. بچه ها پس من الان یه لایو دیگه باز میکنم، منتظرتونیم. سیوش کنیم. بذار ببینیم چطور میشه. امیدوارم از این دعا بخون اگه بلدی. فعلا عباس.